حواشی و تصاویر مراسم امروز خاکسپاری کشته شدگان بالگرد رئیس جمهور در شهرهای مختلف کشور با حضور پرشور مردم و همشهریان کشته شدگان در زادگاهشون. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب بعد از مراسمات با شکوه تشییع پیکری که در روز گذشته در تهران در خیابون انقلاب برگزار شد، پیکر کشته شدگان حادثه سقوط بالگرد به شهرهایی که زادگاه کشته شدگان بود انتقال داده شد. طی برنامه ریزی قبلی پیکر ابراهیم رئیسی مطابق برنامه امروز صبح برای تشییع به شهر بیرجند در خراسان جنوبی انتقال داده شد. ابراهیم رئیسی جز نمایندگان خبرگان رهبری در این شهرستان بودند. بعد از تشییع پیکریشون در بیرجند، ظهر به مشهد انتقال داده شد تا بعد از ظهر امروز در بلوار امام رضا به سمت حرم امام رضا انتقال داده بشه و در محل مشخص شده در داخل حرم امام رضا به خاک سپرده بشه. اما امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با اینکه اصالتاً برای شهرستان دامغان استان سمنان هستند، طی هماهنگی که با خانواده ایشون انجام شد قرار شد پیکر ایشون در حرم عبدالعظیم شهرره تهران به خاک سپرده بشه. برای همین از صبح امروز حوالی ساعت 9 صبح در میدان مشت جلوی ساختمان وزارت امور خارجه مراسم تشییع و یادبودی برای ایشون انجام گرفت و از ساعت 11 صبح از سراح ورامین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری تشییع شد و در محل مشخصی که در یکی از شبستانهای داخل حرم عبدالعظیم هست به خاک سپرده شدند. راوی همراهی مردم ایران با ملت‌های تحت استخدام دنیا بودی. تو سردار دیپلماسی ایران بودی. تو شهید دیپلماسی ایران هستی. دیپلماسی دین‌مدار و حق طلب. فاطمه رضا در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی آرام خواهد گرفت. تقاضا دارم از همه شما مردمان عزیز و بزرگوار که پیکر مطهر رو بر روی دستان عزیزانی که مقرر شده است به سپاری، خودتون در همون جایی که هستید بایستید. خواهش میکنم خادمین خودتون در آستان رو همراهی بفرمایید. اما سردار موسوی، سرتیم حفاظت رئیس جمهور که در این حادثه از دنیا رفتم، اصالتی شهر ری داشت و قراره که ایشون هم طی هماهنگی‌های انجام شده با یک روز تأخیر فردا در شهر ری تشییع و خاک سپاری بشه. پیکر سردار سید مهدی موسوی روز جمعه قبل از نماز جمعه ری از محله دولت آباد تشییع میشه و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده میشه، یعنی خارج از حرم هستن. امام جمعه تبریز حجت الاسلام آل هاشم هم در زادگاه خودشون یعنی شهر تبریز به خاک سپرده میشن. ایشون مجددن امروز از ساعت 9:30 دقیقه از میدان شهدا تا میدان ساعت تبریز تشییع شدن و در نهایت در قطعه علما و روحانیان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شدن. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
استاندار آذربایجان شرقی آقای مالک رحمتی هم اصالتشون به شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی برمیگشت. امروز هم ایشون قراره که به زادگاهشون انتقال داده بشن و طی مراسمی در روز جمعه به خاک سپرده بشن، چون میخواستن مراسم ایشون با مراسم آقای آل هاشم همزمان نباشه تا اگه کسی میخواد در هر دو خاک سپاری حضور داشته باشه مانعی نداشته باشه. خاک سپاری ایشون با یک روز تأخیر انجام میگیره. این اتفاق برای آقای موسوی هم که در شهر ری میخواستن خاک سپاری بشن انجام گرفت و ایشون هم با یک روز تأخیر در روز جمعه به خاک سپرده میشن. سرهنگ خلبان محسن دریانوش هم از کشته شده های حادثه بالگرد حامل رئیس جمهور امروز پنجشنبه در زادگاه خودش نجف آباد اصفهان به خاک سپرده میشه. مراسم تشییع ایشون از ساعت 9 صبح پنجشنبه از باغ ملی نجف آباد آغاز و با حضور همشهریاشون به جنت و شهدای نجف آباد بدرقه شد. در زنجان و ابهر هم تجمعی به یاد سرگرد بهروز قدیمی از کادر پرواز بالگرد رئیس جمهور برگزار شد و از ساعت 10 صبح امروز مقابل مسجد جامع زنجان مراسماتی برگزار شد و قراره از ساعت 13:30 در شهر ابهر، یکی از شهرستانهای استان زنجان، از چهارراه امام حسین تا مصلای نماز جمعه این شهرستان پیکر بهروز قدیمی تشییع بشه و بعد از برگزاری آیین تشییع پیکر ایشون به روستای درسچین، یکی از روستاهای اطراف ابهر، منتقل بشه و ساعت 15 در محل زادگاهش به خاک سپرده بشه. پیکر شهید امیر سرتیپ دوم سید طاهر موسوی هم صبح امروز با تشریفات نظامی در پایگاه هوایی شهید لشکری تشییع شد و در بهشت زهرای تهران قطعه شهدا به خاک سپرده شد. امیدواریم که روح درگذشتگان در آرامش و رحمت باشه. حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. حتما ویدیوهای دیگه کانال رو که در مورد حادثه بالگرد رئیس جمهور توی چند روز گذشته براتون آماده کردم تماشا بکنید. به مثل اینکه اخبار جدیدی در مورد چگونگی این حادثه توی خبرگزاری‌ها پخش بشه براتون قرار میدم. پس میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.